من مکرر گفتم دعاهایی که بین دو نماز خونده میشه حداقلش بین دو نماز باشه، باقیش بعد از دو نماز باشه. ممکنه کسی به اندازه یه نماز وقت داره، اما اگر دعا بخونید دل شور میزنه، ماشینشو دوله پارک کرده، بچهش تو خونه تنها گوشته میترسه، یه وقت مثلا بچهش تو خونه یه دغدغه‌ای داره، و بنابراین حداقل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها خیلی مهم، مثلا همین 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، ثواب 1000 رکعت نماز داره، خیلی مهمه. به شرطی درست بگیم، مثلا نه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، آروم بگیم. شما اگر به پلیس بگی پلیس 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 جواب نمیده، درست باید گفت 34 بار الله اکبر الله اکبر، و یه دعای کوچیک هم باشه ما رمزون طوری نیست، اما بخشی از دور بزن بعد از دو نماز که اگه کسی میخواد از خیر جماعت استفاده کنه خیلی علاف بخونه. بله اسلام به ما آزادی داده، اسلام میگه تو حق داری پشت سر آقا بگی الله اکبر نماز بخونی، رکعت دوم آزاد چی قصد فرادا کنه. اسلامی که تو نماز به من آزادی داده، گفته حق داری زود بخونی بری، چرا بین دو نماز مردم آزادی نده؟ منطق میبینی چقدر قویه؟ یا با دیگه میام بنده پشت سر یه آقای نماز بخونم یه رکعت، به حول الله که گفتم میتونم به حول الله برو خودم بخونم دیگه، نیت کنم دیگه جماعت نیستم. اسلام میگه تو نماز به من آزادی داده که از شما جدا شم، چرا بین دو نماز شما آزاد نمیذاری مردمو؟ سوم یه خورده مردم آزاد بذارید، به خصوص شبای قدر. ما فکر میکنیم آقا جلسه افتاد بگو یه دعای بخونه، بابا حال نیم ساعتم دعا نخونه. من در دانشگاه تهران شب 21 23 دانشگاه تهران که نماز جمعه است شب قدرش من صحبت کنم، من ببینم دعای الغوث الغوث خوندن پاشو درد گرفته، میرم رو منبر میشم میگم آقا من حرف نمیزنم، همتون پاشید وایسید، یه 5 دقیقه پاشید وایسید، کسی زانوش خواب رفته درد پا داره میخواد بره گیره، اینقدر این چند دقیقه به من مردم دعا میکنن که کل سخنرانی فقط دعا نمیکنن، یعنی خدا پدرت بیامرزه، ای خدا مادرت بیامرزه، مردمو گیر نندازیم، عزه بدیم یه کسی.